بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته خراغ لاست ویم د خبرونو د وام ته لیدونکو لکه څنګه چې مو هم په خبرونو کې لا تاسو سره شریک کړل چې دا بکنه نړیوال سازمان لا نړیوال ټولنې غوښت چې اسلامي امارت سره په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په مسالې کې جدي اوسي. دوی همداراس نیوکه هم کړې ده چې په خبرو کې د نجونو او ښځو حقونه له پامه غورځول شوي دي. خو اوس مهال د اسلامي امارات وروستۍ پریکړې ته په کتو سره چې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځي زده کوونکو پر مخ یې دروازې وتړلې او تر امر رسانی پورې هم خلکو ته د انتظار بلنه ورکړله. خو بالاخره رښتیا هم کول څه په کار دي او د بښنې نړیوال سازمان چې کومه اندېښنه څرګنده کړې ده نړیوال باید تر ډېره پر څه تمرکز ولري تر څو وشي کېدلی په ټوله کې په افغانستان کې بشري حقونه تامین کېدلی وشي، نه یوازې د ښځو او نجونو بلکې په ټوله کې د وضعیت او چاپیریال عادي کړلی شي. دا هغه څه دي چې غواړم پرې خپل بحث ته دوام ورکړم. له آغلې ریتا انوري د ښځو د حقونو له فعالې سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل ده. آغلې انوري سلام او وخت مو په خیر. سلام به شما، سلام به بینهای عزیز تلویزیون آریانا نیوز. تشکر که در بس با ما حضور یافتین. خانم انوری میخواستم بپرسم سازمان عفو بین الملل باز هم واکنش نشان داد که جامعه جهانی در گفتگو با طالبان روی مسائلی که به توافق رسیده در این مسائل حقوق زنان و دختران نقض شده، باید در این مسائل بیشتر تلاش صورت گیره تا مانع دختران و زنان و مکاتب و کار رفتنشان نشوند. نظر شما را میخواستم که فعلا وضعیت را چگونه میبینین در افغانستان بخصوص به زنان و دختران؟ قسمی که همه جهانیان بسیار شاهد هستند، فعلا سیستم زندگی نه تنها برای خانم ها و دخترها بلکه به تمام مردم افغانستان وخیم دشوار است. زندگیشان از نظر اقتصادی، از سیستم امنیتی و زندگی مردم به مشکلات بسیار عمیق هستند و خانم ها که فعلا هستند در اجنده طالبان نیستند و کدام چیزی اونا در اجنده خود ندارند. وقتی که فعلا انترنشنال کمیتی یا جامعه جهانی اونا میگن که ما امرای موفق امرای طالبا به یک نظر نیستیم چون اونا چیزی که ما امرش تعهد کردیم تعهد ما را قبول نکردن، حالا ما دوباره پس به اینترویو و مصاحبه هایی که دوحه شدن و پیش از اینکه در دوحه باشن در دوران جمهوریت و بعد از این که طالبا چندین بار ازشان سوال شدن، حتی خودم امرای آقای مجاهد خدا کلمی آواز مر بشنون که یکی از تلویزیون های برنامه تلویزیون زن بودم که سوال کردم که شما بر ما چی یک جایگاهی دارین اگر به حساب حکومت شما برن. اونا گفتن فعلا ما کدام تصمیم نداریم و در آینده به حساب تصمیم میگیریم. وقتی که جامعه جهانی هزی با آگاه بودن واضح است که بساب دمی تصمیم بودن که خانم‌ها نقش ندارن و یکم مهم در نظرشان نبودن. حالا که بساب ریاکاری میکنن این یک سوال بزرگ نه تنها بر افغان است بلکه به کل جهانیان است که چرا ریاکاری میکنن. درست است میخواستن حکومت چینج کنین، حکومت چینج شد. هر یک افغان یک احساس داشتن که در افغانستان یک امنیت بیاین از خانه بسا ویرانی خلاص شد، اساکر که صدها دانه روزانه کشته میشد استاد شد. درست است اساکر کشتنش استاد شد و بازم هم کدام سیستم اقتصادی نیست، امنیت نیست، شبانه کس بیرون رو برامده نمیتونه، خانمار اصلا در اجنده نیست، اصلا نمیخواین درباره شیاد کنن و اصلا در اجنده شان نیست. آل جامعه جهانی چرا میخواین بساب ریاکاری کنن؟ چی فکر میکنین تلاش های جامعه جهانی تا چه حد میتونه موثر باشه در این راستا؟ چرا که درباره مکاتب هم امارت اسلامی اظهار نظر داشته که این مثلا مسئله داخلی افغانستان است، نباید دنیا بالای از اینا فشار وضع بکنه. ما اینه گفته نمیتونیم، هیچ شخص گفته نمیتونه که این موضوع داخلی خود افغانستان است. موضوع داخلی خود افغانستان است، خود افغان ها باید او را حل کنه. درست است وقتی که موضوع خانه سوزی افغانستان در ظرف 20 سال بود خود افغان ها حل نتانستن که امریکای ها آمدن بسا
میکس شدن یا مداخله کردن تا زمانی که امریکایی‌ها خواستن که طالبا باید بیان، جامعه جهانی کار کردک. حالا چطور ما میتونیم که بگویم که در موضوع داخلی است؟ اگر موضوع داخلی است بگذاریم که مردم افغانستان یک لوی جرگه داشته باشن، بگذاریم که مردم افغانستان یک انتخابات داشته باشن تا بتونن خودشان رهبر خود قبول کنن. از قوت خودش ما طالبا، از قوت خودش ما یک رهبر درست تحصیل کرده تانه بساب انتخاب کنن که تا امی کشور درست رهبری کنن. اما وقت شما اجازه رو نمیتین به مردم افغانستان، باید که وقتی که بعض موضوعات میشه کمک جدیدتر تو موضوعات در میدیا بگوین، که بخاطر که سوال انگیز میشه که چطور میتون یک سخنگوی یک چیز بگه، یک سخنگوی دیگه چیز بگه. اگر به خود طالبا مردم افغانستان وقت بتن اجازه بتن تا از خود خودشان یک رهبر درستشان تعیین کنن، شاید بهتر باشن. فعلا اگر جامعه جهانی هم روی یک سلسله مسائل تاکید داره که باید طالبان را وادار بسازه تا بتانه که این مسائل حل بکنن، بخصوص در قسمت زنان، اما امارات اسلامی هم بارهای بار وعده سپرده که ما تمام حقوق زنان و دختران را که اسلام برایشان داده میتیم، از او انکار نمی کنیم، اما برای ما فرصت داده شود. ما فعلا یک نظام نوپا داریم، یک نظام سرپرست داریم. فکر میکنین که اف ما وقت کافی بوده که باید در این مسائل تصامیم جدی اتخاذ میشد و بالاخره وعده که سپرده بودن به شروع شدن سال جاری مکاتب هم آغاز میشد؟ اگر ما به حساب از سال 2019 تا 2020 را به حساب فکر کنیم که اونا تقریبا زیادتر از 12 ماه داشتن که مذاکرات در دوحه به حساب پیش می رفته، کانستیتوشن ها نوشته شده، که از کانستیتوشن ها رد شد، بعضش انتخاب شد، یک بوکلت برشان جور شده که بینی کانستیتوشن یا بینی مایده شما داخل افغانستان میشین و افغانستان را به حساب رهبری میکنین. هیچ کس نمیتونه از هیچ چیز پوشی کنه. این واقعیت است. وقتی که در اون زمانی که شما به حساب داخل افغانستان شدین، ما شاید بگیم 6 هفته، 7 تا 1 ماه، 2 ماه نظام آستاستا باید تغییرات میاد، چون مردمی که از پشاور یا به حساب از سرحدا به حساب هیچ وقت خانم ندیده بودن و شهر ندیده بودن، برشان مشکل بود که به حساب چون سیستم ملیشه های اساکر بودن، برشان مشکل بود که تعامل کنن مردم شهری را. اونا وقتی که از حوال کدام منیجمنت درست نداشتن، ما فکر نمی کنم برای 12 ماه دیگه هم این مشکلات هم ما داریم. اگر میال فعلا ما فکر کنیم جامعه جهان اونا را قبول کردن بسا بر رسمیت شناخته نشنه، چی خواد بکنن؟ بازم جانوی جهانی امریکا میاد، افغانستان، اروپا میاد، بازم غرب میاد، اونا رو کنترل میکنه، دست گدایگری به خرب است، بازم دراز میشه که پلیز ما رو بشناسین، ولی از خدا ما رو بشناسین که مردم ما از گشنگی میمره. همیره چرا در 2019 و 20 وقتی که معاهده در دوحه میشد امیره فکر نکردن؟ پرابلم قدرت طلبی است. امیره کاش که برای وقتی که میگن که خارج مردم یا جامعه جهانی یا کسی که بیرون از خارج هست که برشان ارتباط ندارن، برای مردم افغانستان ارتباط دارن، بگذارن که مردم افغانستان رهبر خود انتخاب کنن، از قوت شما انتخاب کنن. اگر به حساب شما سر خود اطمینان قوی دارین ما میتونیم رهبری کنیم، اما بدبختانه همش یک شعاراست. بله خانم انواری، طالبان بارهای بار روی مسئله هم تمرکز داشته که دنیا نباید فشارهای خود را بالای ما وضع بکنه، ما دیگر جنگ نمیخواهیم در افغانستان. هر آن کشوری که مشکل داره به افغانستان از گفتگوهای دیپلماتیک با ما روی میز بنشینن و این کار را بکنن، اما دنیا یک سلسله اقدامات طالبان را دید و منتظر از این هم هستند که بالاخره طالبان دیگر چی کارهایی را در افغانستان انجام میده تا با اینا به یک تعامل برسن. فکر میکنین این وضعیتی که فعلا درباره زنان و دختران در افغانستان جریان داره، این مسائل بتانه جامعه جهانی را با یک تعامل با طالبان وادار بسازه یا خیر ما را دیگه هم فاصله میتن؟ من فکر نمی کنم که هر چقدر که فشار به سر خانما یا سیستم بساب دولتداری یا اقتصادی در افغانستان، اگر قشر طالبان در فعلا در افغانستان بره، جامعه جهانی او را بساب جدی بگیره و او را بساب در نظر بگیره که این باعث شود اونا یک مذاکره کنن که بساب یک قشر که در افغانستان به نام افغان است که از بین نره.
وقتی که جامعه جهانی پروای یا بساب کانسر نبود یا پروایش نداشت که در 40 سال میلیون ها افغان ما کشته شد، فکر میکنه این در ظرف 7 ماه یا 6 ماه یا 12 ماه آینده اونو بساب به سیستم ابرهان اقتصادی یا بساب سیستم خانما که فشار بین اونا در بساب کدام کنسرن خود نشان داده؟ نه، جامعه جهانی از خود یک اجندهی دارن، از خود اجندهی داره که بساب سپورت پشت برده میکنن و باعث میسازم این چیزها را که باید شود. اینا را که اجندی از اونو چیز سک و نمیخواین امرای مردم مظلوم افغانستان بس کنن، این یک موضوع جداست و این هیچ وقت باعث از این نمیشه. این را ترست کنین که هر چقدر که فشار در طرف زن و خانم ها بیارن و برهان اقتصادی بیارن، اصلا جامعه جهانی یک حرکت جدی را بسا نمیکنه. بخاطر رو ماتل اجندای خود است که باید پیش ببرن. حتی این را باعث میسازه که یک سنه سازی باید شوه تا بتانن که یک رای بساب که اجنده را که بساب 4-5 سال پیش جور کردن به می سیستم داخل افغانستان دوباره شوند، که بساب امیال طالبان امین و گوشهشن می خواهیم که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسن و ما را بگذارن به تیبلای یا به میزای مذاکره هم رایشان بشنیم. وقتی که میزای مذاکره شدین چی درخواست دارین؟ درخواست ما زیست که مردم افغانستان از گشنگی می مارن، مردم افغانستان را باید سپورت کنین. بازم دست گدایی به غرب استک، بازم بساب مشاورای غربی در افغانستان میه، بازم کفار به افغانستان میره. اینو متوجه باشین، چند سال جهاد کردین، چند سال بساب اساکرتان از بین رفته که باش که ما در افغانستان اسلام بیاریم. وقتی که اونا دوباره شما رو به رسمیت بشناسه، شما خونا رو پس دوباره در افغانستان میریم. همین مردمی که در افغانستان است واقعا کنفیوز است که ما چی میکنیم و چی میشه و دنیا چه قسم ما را میچرخانه و چرا گناه ما چی هستک؟ بله خانم انواری، و سیاست های جامعه جهانی را در قبال افغانستان چگونه دیده میتونیم؟ آیا اینها با واقعیت میخواهند در افغانستان یک نظام باثبات وجود داشته باشه، زن و مرد حقوق همه تامین باشه و بالاخره در یک فضای آرام زندگی بکنه یا خیر؟ اگه در افغانستان، نه تنها در افغانستان، جهان فضای آرام باشه، همگی به سیستم صلح زندگی کنن، بساب سیستم دیپلماسی کجا میره؟ میزهای دیپلماسی کجا میره؟ همش بسته میشه. سوال ما شاید جوابش گرفته باشین. اگه به سال 92 به یادتان باشن، وقتی که مجاهدین در افغانستان آمدن، بعد از اینکه مجاهدین در افغانستان شده، در بوسنیا چی گپ شده؟ اگزکتلی امروز طالبان در افغانستان آمد، اوکراین چی عقب شد؟ اینه بسا بیاد داشته باشین که تاریخ خودش سخن میزنه، تاریخ خودش بسا به جوابای ما را میتنه. بله، خواست شما چی بوده میتونه در شرایط فعلی از امارت اسلامی؟ همین که تصامیم آخری اینها نه تنها افغانها بلکه کل دنیا را متاثر ساخت، چی باید شود بالاخره تا بتوانیم که در مکتبا را بروی دخترها باز نگه داشته بتانیم و فشارهای جهانی آمیجه وجود داره، فشارهای داخلی خو اصلا چیزی دیده نمیشه، مردم چی باید بکنه؟ نظری خود ما شخصی ما شاید از مردم دیگر رقم باشه، شخصی ما هیست که آل فعلا شما یک قشر یا گروهی در افغانستان هستین که میخواین افغانستان کنترل کنین، باید تا یک سیستم منیجمنت بین گروه هایتان داشته باشین. به خاطر که فعلا چندین گروه هستند و چندین قسم سیستم مملکت پیش میبرن. مردم افغانستان 20 سال رنج کشیدن، 20 سال مردمشان شهید دادن که یک سیستم اسلامی در افغانستان بود. هم ما بدبختانه فعلا ما شاهد هستیم که این نیال در افغانستان عزیز ما که ما به نام قشر بساب 100% اسلام میگه میشه، بازم شب نشینی هست، بازم شراب پوری هست، بازم دخترهای مظلوم میرخسانن. شبکه های اجتماعی بر ما نشان داد وقتی که سیزا شما رو کنترل کردن نمیتونین، دنیا شما چی گله کنه؟ اگه بساب شما میگه نه ما کنترل میکنه میشه، چرا هم کسایی که بساب موضوع شب نشینی را پیش میبردن و بساب در میدیا ما دیده میشه، چرا یکی از ما را شما سنگسار نکردین؟ چرا یک سرباز که در افغانستان از گشنگی میمره بازو را گیر میکنین به نام دوست،
او را بند میکنین و بساب شلاق کاریش میکنین، میگین هی بساب دوزی کرد. همو کس که زنا میکرد و شراب میخورد و به دخترها را بساب پیشوی خود میرخصد، چرا سنگسار نکردین؟ این سوال از کل مردم افغانستان است. اگر مردم افغانستان این میان خاموش است، از آوازش من میشنم و این میان سوال میکنم، شما چرا سنگسار او را نکردین در افغانستان؟ این سوال ما را جواب بدین. خواهش ما عزیز که اگر اسلام آوردین، اسلام درست بیارین. نه تنها یک قشر مظلوم بیچاره که به نام زن یاد میشه، به نام دختر یاد میشه، مکتب سرشان بسته میکنین، مکتب اجازه بدین، برتان یک سیستم جور کنین که عیاشی از افغانستان گم کنین. تشکر. بله، فقط میخواستم یک سوال دیگه هم داشته باشم از شما، این که امارت اسلامی با یک سلسله اصول خودم متعهد میدونه، فساد اخلاقی و فساد اداری یک چیز بوده که بیشتر به حکومت قبلی اینها میگه که بر میگرده و ما اینمی مسائل دیده فعلا در افغانستان کار میکنیم که نه زن نه دختر هیچ کس آزار و اذیت نشه و بر از اینا یک زندگی مرفه در افغانستان آورده بتانم. آیا با این تکتیک و این راهکارهایی که داریم ما را به این زندگی رسانده میتونه؟ ما آرزوی ما کسایی که داخل افغانستان است و خارج افغانستان سینمی آرزویشان است که یک فساد اخلاقی از افغانستان دور بسازن که مثل که در 40 سال بود، 20 سال نمیگم 40 سال بود، حتی 20 سال زیادتر شده بود، خصوصا 6-8 سال آخر و سیستم های فساد در دفاتر بود، همیره هست بین ببرین که مردم افغانستان با نظام شما سرخم کنن و نظام شما را قبول کنن. شما جامعه جهانی چی میخواین کمک که بیاین ما را برسمی بشناسیم؟ افغانستان را کنترل درست بکنین، سیستم اقتصادی را سیستم شجور کنین، فساد را پس کنین، بسابه پروگرام های یا محفل های شب نشینی هایی که بسابه مفخیانه در کابل فعلا میشه در افغانستان میشه کنترلش داشته باشین. کسایی که در فساد اخلاقی گیر میاین و کسایی که در شب نشینی ها گیر میشن، پلیز یک خواهش میکنیم که یک محکمه صحرایی براشون داشته باشین، نه تنها برای دو نفر یا سه نفر شما این کانستیتوشن تان یا رول تان پیش ببرین، کورم یک کس به واسطه را پیدا میشه و یک خشونت شخصی داشته میباشن که بدار میفزانشن یا بساب محکمه صحرایی میکنین. کسایی که واقعا ارتباطات و فامیلای رهبرایتان داره، یکیش شما محکمه صحرایی بکنین، شاید امکانات هست که مردم افغانستان سر به شما خم کنن. شاید وزو زمان شما ضرورت بشناختن مملکت های خارجی نخواد داشته باشین، مردم افغانستان شاید شما رو سپورت کنن، اما مردم افغانستان فعلا نار میزنن، داد میکشن از افغانستان ما رو خارج کنیم. دختر ما سیف نیست، بچه ما سیف نیست، فامیل ما سیف نیست، دلیلای دارن. دیر ازیت من نکرم و دان آقل انواری چلا مکسرم و برخ وقت سلا و نظر مشاریکو من نکم. درن لیدون کو آقل ریتا انواری در خوزده حقون فعال و چه ده بکنه در نریوال سازمان دا غختنو پا اروند و مسئل ویره سرا باس و خبری آتر درلو دی پا همدی سرا خبری سات هم پای ترسیگی لملتیام و منندو یم پات وقت بخیر.